شما آدم فروش هستی. آدم فروش شرف داره به وطن فروش، چون وطن رأس همه این چیزاست، رأس همه چیز وطنته، کشورته. شما و امثال شما ها وطن فروشین. پس یه آدم فروش جز به قول شما، اگه من آدم فروشم به قول شما ها که نیستم، شرف دارم به اونایی که وطنشونو میفروشن. چون وقتی وطن نداشته باشی هیچی نداری. اینطوری هست. شما وطنتون رو به اجنبی ها، به آمریکا و سعودی ها و وهابی ها و صهیونیست ها دارین میفروشین. متاسفم براتون، واقعا متاسفم براتون، با تمام وجودم متاسفم براتون. من از این جا، از این بیرون وطنم دارم دفاع میکنم، از آب و خاک و دینم و مذهبم و تمامیت ارضی وطنم. متاسفانه شما ها نه، چه اونایی که اکثرشون اومدن، نه، خیلی هم خوب و نجیب داریم. به والله آخ بگه، آخ بگه وطن، آخ بگه کله میکنن، میان ایران، از ایران دفاع میکنن. همسر سیدارپور زیاد داره بیرون از آب، ولی متاسفانه داخل میگه ما مذهب داریم و پشت مردم هستیم. آفرین. میگه سید بفرما، وطن شما آسفالتیه، میفروشین دورتر بازم آسفالت ارزش نداره، هوا باشه. سید همین الان هم طرف مردم هم هستم. شما ها یه مقدار درکتون ضعیفه متاسفانه. شما همین بیفتین دنبال این منافقین و مریم زبدری و نیم پهلوی و ششصد پهلوی و یارو مسیح علی نژاد، و دیدین یارو خبرنگاره چجوری سکه پولش کرد؟ مسیح علی نژاد و سکه پولش کرد. تو داری مردم رو تحریک میکنی و خودت پول داری از آمریکا میگیری. کردش تو کون سگ و در آورد مسیح علی نژاد و یه خبرنگار خارجی. تو داری جوانای مردم رو با کشتن میدی به خاطر روسری، به خاطر خیلی چیزایی که تو خودت این ور نشستی و داری ناله میکنی، مردم جوانا رو با کشتن میدی. بری نگاه بکنی. اینتریاس آقا، همه تو خوش اومدین، عشق منه. آقا بیادبی نکن، برو بیرون. تو هرکی بیادبی بکنه میندازمش بیرون. آقا افشار، یا الله، علی جان خیلی خوش اومدی، خدا رحمت بکنه شب جمعه است. آقا افشار بزرگو، به تو چه گذاشتم یا نذاشتم؟ به تو ربطی نداره. شما هم بودوین دنبال این یارو داریوش زپرتیه بود که کل لیدر شما مثلا اون شده. نصف جوانای ایران عملی و هراینی کرد. خب همین داریوش مفنگی الان شده لیدر نمیدونم برانداز ها. آقه کنکه شد، کنکش می سازمت وطن کون لقل. اون موقع که من راجع به کرد کردی صحبت میگرد، تو کجا بودی؟ انقدر من از کرد دفاع کردم که تومت تجزیه طلبی بهم زدن. چی داری میگی تو؟
لیدر تو اون کریمیه، اون چانه چفت قنقش اگر راست میگه بلندشه بیاد ایران، اگر راست میگه چهار تا ویلاهاش و پولاش و میلیاردراشو که از ایران در آورد خب به خیر و صدقه ایران در آورد بیاره خرج بکنه، چهار تا گشنه رو سیر بکنه. چی شد؟ اگر راست میگه دخترشو بندازه تو خیابون بیاد تظاهرات بکنه، نه اینکه شما رو تیر بکنه قنقش. و علی کریمی چانه چفت شان اونگری کونکش. اگه راست میگه دخترش بیاره ایران، خودش بیاد ایران بفرسته تو خیابونان تظاهرات بکنه کونکش. هر کسی بلده شعار بده. چرا بس شعارهای ما رو از این ور قبول نمی کنین؟ شعارهای یارو مثلا یارو داریوش عملی زپرتی و نمیدونم کریمی و ایکس و ترانه جنده و نمیدونم این کونیمونیا رو قبول دارین؟ اونایی که به عشق و برکت شما و ملت ایران بزرگ شدن. دوزارم حالیشون خرین، حالیتون نیست. خیلی هاتون نادور از جون خوبا اینه که میایین فش میدین. به والله دوزار حالیشون نیست، دوزار حالیشون نیست. نه هنر سینمایی دارن، نه هنر بازیگری دارن. خب بعد عقص میان ایران رو بهشون جایزه میدن، میبرنش تو این کشورها، کسکونشون رو میندازن بیرون بهشون جایزه میدن که بعد بیان واسه همچین روزی بیان اینا رو برای شما شاخ بکنن و لیدر بکنن، مثل ترانه علی دوستی و نمیدنم کیکیو کیکیو. برو بیرون. آقا عباس سلام. سلام آقا جهانی عزیز. خدا هیچ هنری ندارن، هیچ هنری ندارن، نه هنر بازیگری دارن نه سینمایی دارن. الکی با دو تا بزرگ عقص اینا رو دستشین کردن، دستشین کردن دشمنای ایران، دستشین کردن تو دو تا نمیدونم فلان اینا بهشون جایزه دادن و کن و من و نمیدونم چی و سلاخ کونشون رو باز کردن، دو تا جایزه بهشون دادن که برای همچین روزی اینا رو بیان بسازن فتنه بکنن. خب جندا بلنشین دختراتون خودتون رو بندازین تو خیابون، چرا نمیندازین؟ علی کریمی چرا نشستی اونجا؟ بلنشه آقا، بلنشه خودتو بنداز، دخترت هم بنداز. میگه همه دخترای ایران دختر منن، خود دخترتو هم بیار تو خیابون یه چهار تا شعار بده. اون موقع حرفتو قبول میکنی. ولی ما حرف این این زن شیرزن این تمامی عزیز.
دیدی؟ خب چرا انترناشیونال کانال های ماهواره انترناشیونال رو نمیدونم من تو اینا رو نمیذارم؟ چرا مال 2%، 1%، 0.5% از مردم رو که میریزن به تحریک خودشون میریزن تو خیابون، خب اونا رو دم به ساعت نشون میدن، چرا این همه مردم میریزن تو خیابون چرا اینا رو نشون نمیدن؟ ها؟ مگه اینا ایرانی نیستن؟ سلام سلام آفرید عزیز، عمو سیاوش خیلی وقت خبری ندارم. چرا علی جان از اختلاس ها گفتم، از باندای مواد مخدر گفتم، از بی‌عدالتی ها گفتم، دیروز پیروزا هم گفتم، همه را گفتم داداشیم. همیشه میگم من حرف حق رو میزنم، نیمه خالی لیوان هیچ موقع من نیدم. مردم گرفتارن به قول این دوستمون آقا مرادی نوشته. بله میدونیم مشکلات هستش، ولی خیلی مشکلات رو دشمنای ایران درست کردن. همین دشمنای ایرانن که دارن شما رو به جون هم و منو به جون شما دارن میندازن. داریم با بی ادبی و بی احترامی با هم دیگه صحبت میکنیم. به خاطر چی؟ راست میگن تحریما رو بردارن بذارن ایران، بذارن ایران راحت اقتصادش درست عمل بکنه، بانکاش درست عمل بکنه، صادراتش درست عمل بکنه. آدمایی که فرستادن داخل ایران، تو داخل کابینه و خارج کابینه، تو وزرا و خیلی جای دیگر رو که دارن ثروت ایران رو میدوزن میبرن تو کانادا و نمیدونم تو انگلیس و هر جای دیگه و آمریکا، خب اونا رو بردارن نذارن ثروت ایران رو بدوزن آدماشون. بعد اگه مردم مشکل داشتن اون موقع حق با شما. 43 ساله دارن ایران رو تحریم میکنن، 43 ساله دارن ایران رو زجر میدن، 8 سال صدام بیشرف رو انداختن به جون ایران. کم مکافات دادن به ایران؟ اگه راست میگن، اگه راست میگن خیر مردم رو میخوان، چرا تحریم میکنن ایرانو؟ مگه این فشاری که داره میاد، این تحریم هایی که میاد به کی میاد؟ به قول شما به حکومت که نمیاد، به مردم میاد. اگه اینا طرف مردمن، آقا این تحریم ها رو بردارن، تحریم ها رو بردارن. خدا عشق من، این آقا من نماینده دینم و مذهبم و مملکتم هم اینجا، من دارم ازش دفاع میکنم اینجا. علی جان دارت بگردم. آقا امینی عزیز، خالو قیس عزیز، فدات بشم. آقا محسن عزیز میگه دقیقا سید داره درست میگه، یه خورده فکر کنیم به حرفش. واقعا آقا یه ذره به خودتون بیان، جدی دارم میگم. میگه تحریما رو دارن پولش رو تو جیب لبنان و سوریه و عراق و یمن میبره. خب ایران الان، انگلیس الان، انگلیس، تمام کشورهای اروپایی، آمریکایی، چرا پولای مردم اروپا رو دارن میدن به اوکراینیا؟ این همه گرونی و بدبختی تو اروپا اومده، چرا مال خودشون حلاله مال ما حرامه؟ تو که آقا میای این حرف میزن، من به شما یاد نمیدادم بریزین تو خیابون بگین آقا نه غزه نه لبنان، جان فدای ایران، چرا پولاتونو میدین به نمیدونم به هشت شعبی و به حزب الله و لبنان و یمن؟ خب الان چرا پولای مردم اروپایی رو میدن به مردمانشون میدن به اوکراین؟ همه چیزشون هم گرون شده بابت همین کارهایی که دارن میکنن. بالاخره اونا دنبال منافعشون میگردن، ایران هم دنبال منافعش میگرده.
آمریکا از اون سر دنیا بلند میشه میاد کشورهای خاورمیانه و دور اشغال میکنه، میگه به خاطر منافع. بعد ما تو همسایگی ما القاعده و دهش و نمیدونم فلان اینا همه ریختن، خب بعد ما میریم اونجا دفاع میکنیم، جوانای ما میرن اونجا شهید میشن باشون، بعد به شما میگی آقا چرا رفتی اونجا، چرا به اونا کمک میکنی؟ اگه نمیگرد خب میومدن داخل ایران دیگه، نیومدن. عشق من این آقا، بحث سیاسی نکنید داداش، ولش کنین آقا، ولش کنین. ما که منتظر ظهور حضرت آقامون هستیم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم، ایشالله حق به حقدار میرسه. پایه ظلم تو هر لباس و مقام و منزلتی که هر کی داره، خب به این بشر، به حیوان دو پا، غیر دو پا، نمیدونم به هر حشره، هر موجودی از خدا، هر کی به ظلم میکنه خدا از سر تقصیرش نگذره. ایشالله آقامون میاد همه این مشکل ها هم میشه. اره داداش، ما بایی میسیم زور میکنم، ما مطمئنیم، یقین قلبی داریم داداش. آقا داود، من یقین قلبی دارم، مثل روز برای من روشنه. میگه سید به مولا به همون کربلا قسم میان گوهردشت 50-60 نفر همه دنبال عکس برای پناهندگی و نوکری برای اجنبی ها که فخر اوناست. داشت خود لندنم آقا. خب شما برو بیرون، داری به مقدسات آدم توهین میکنی، برو بیرون، برو بیرون. هک بی ادبی بکنه میندازمش بیرون. آقا مهدی، من نام مبارکت احترام میذارم، به تیچی نمیگم. یه بار دیگه بی ادبی کنی میندازمت بیرون. شما میگه یکم دیگه اینجوری حرف بزنی فشت میده. داداش من فشخورم خوبه، الان 6 سال از تیم مفعول هانیکونا دارم فش میخورم، دارم فش تهدیدم میکنن هر روز 6 ساله، خب که من برم به جرگهشون بپیوندم، در رکاب هانیکونا مادر جنده میخواد باشم خارکوسا. خب با فش و تهدید میگه اگه نه، اگه تو تیم ما نیا هر روز تامینه برات. خب ویساشو گذاشتم دیگه، کلیپاشو دیدی، مرد زنده من هر روز میشونم فش میدن، الانم امثال شما ای با فش و فحاشی و بی ادبی میخواین به من فحاشی بکنی که مثلا بیام بگم آقا منم بگم مرگ بر فلان. نه آقا من نمیگم، من نمیگم، من میگم زنده باد ایران، زنده باد تمامیت ارضی ایران، زنده باد هرچی خانواده شریف و دیندار و متعصب و غیرتی و ناموس پرسته. من اینا رو میگم، من میگم زنده باد هرچی انسان فهیمه که مواظب حواسش هست که وارد بازی دشمن نشه، فردای ایران مثل افغانستان و سوریه نشه. شما اصلا میدونی الان طالبانو برای چی آوردن؟ بعد 20 سال اشغال یه ذره فکر نمیکنین؟ یه ذره فکر نمیکنین؟ خب بعد 20 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا دو دستی دادن دست طالبان، خب برای چی گذاشتنش گوشه ایران برای شیعه کشی؟ منتظر باشین، منتظر باشین، منتظر باشین، حسرت این روزا رو میخورین، حسرت این روزا رو میخورین. خدای نکرده اگر اتفاق بیفته، خب طالبان تو آب نمک گذاشتن که علمش بکنن ضد ایران برای شیعه کشی. این بعد دوباره امروز دوباره الان مثلا تو سوریه دوباره رفتن افرین رو گرفتن، امثال داعشی و جبهه نصرتی و اونایی که آمریکا ساپورتشون میکنه، خب اینا رو دارن آماده سازی میکنن. خب شما حالا بیافتین تو این بازی، بیافتین تو این بازی، ایشالا که تو این بازی سر در نیارین، هیچ موقع موفق نشین. اگه موفق شدین اون موقع خدای نکرده حسرت این روزا رو میخورید. ببینین سید آیپوش که بهتون گفت اینا هیچ موقع، برید تاریخشون رو بخونین،
دو تا جنگ جهانی اول دوم ایران بیطرف بود، اومدن اشغال کردن، مردم میلیون میلیون از گشنگی کشتن، بعد شما میرین براشون ساز میزنین، دست میزنین برای آدماشون، اجیر کرده هاشون. حالا بخورین ببینین دنیا دنیای چرخونه، همه چی رو میبینین توش. حالا شما فکر بکنید مثلا ما ابلهیم نمیفهمیم و شما مغزین، شما که تا سر کوچه‌تون نرفتین، احساس کنین که آره همه چی بلدین و میفهمین و اینطوری ها فکر کنین، اشکال نداره. شاکری عزیز، خب نه من حالیم نیست، من به اندازه شعورم دارم با تو صحبت میکنم، من به اندازه شعورم دارم با تو صحبت میکنم، نسبت به تجربه و گشتنم تو این دنیا دارم با تو صحبت میکنم. خالفراس عزیز، قلب منی، عشق منی آقا، خیلی خوش اومدین. این روزم انقدر کوتاه فکرین، هکی از دینش و مذهبش و تمامیت ارضی مملکتش دفاع میکنه بهش میگین آدم فروش. بهتون گفتم آدم فروش شرف داره به وطن فروش. وطن رأس همه این اموره، تو وطن نشته باشی هیچی نداری. شما میخواییم وطنتون رو بفروشیم به این بیناموسا که یک روز تو زندگیشون خیر و برکت برای ایران نخواستن. خب من اینم بندازم بیرون، مانی جان جات خالی، عزیز دل منی، فدات شم. ما نفروختیم بیایم پیش ملکه، ملکه رو ملکه و دور دستش رو داریم هدایتشون میکنیم. اینجا حسینیه زدیم، لبیک یا حسین میگیم اینجا به برکت جمهوری اسلامی ایران. ما نفروختیم، ما اینا رو دعوت کردیم، دعوت به حق کردیم. عکس اونایی که میان اینجا حلقه طلایی کیسشونه. آقا مشتبا دارت بگردم، بچه های خوب شیرازی، الله خیلی خوش اومده ای جانم. ایران قلب دنیا، زنده باد ایران مقدس، آفرین. چرا رب نداره؟ 1400 سال رب داره. اسی جان، اسی جان زیاد دوباره چیز میکنی با خون و پوست و
وجدان. خب من اگه تو میای میگی حسین به ایران چه رب داره، مسیح به آمریکا چه رب داره، ازگل چه قیاسیه میبندی؟ 2000 سال پیش مسیح مثلا تو خاورمیانه بود، با آمریکایی‌ها چه ربط داره؟ عقیده است، ایمانه. میگه سیگار ماربورو بسته 12 پونده میکشی کار هم نمی کنی، حتما از سفارت رژیم ایران حقوق میگیر. خدا از دهنت بشنوه. بحکی به هم میگه، میگم خدا از دهنت بشنوه. خدا از دهنت بشنوه، این پولان به ما هم بدن، جیب ما رو نزنن، جیب ما رو نزنن. این خودش یه نعمته، ولی بازم میگم خدا از دهنت بشنوه. به یه برش آقا میلاد، به یه برش اگر اون صاف قبولی شما باشی. اسی باره بیرون، اسی باره بیرون، دیگه زیاد بهت را دادن، باره بیرون. به دینم حرف زنی، به مذهبم حرف زنی، را نداره اینجا بمونی، برو بیرون. میگه 60 نفری تو لایو همشون بعد میگن پس بدون حرف حق نیستی. نه شرط نیست، شرط نیست که همه دنیا اصلا. ببین یه مثالی هست، میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعش. اصلا اشتباه ترین و غلط ترین مسئله دنیاست. مثلا همین حرفی که تو داری میزنی، میگه آقا دارن همه بهت فش میدن، یعنی حق با اوناست، با تو نیست. اشتباهه. پیغمبر خدا، ائمه، نمیدونم تمام انبیا وقتی آمدن یه نفر بودن، خب یک نفر بودن، اومدن هر روز بهشون فش میدادن، هر روز بهشون بیادبی میکردن، سطر زباله میریختن سرشون، خب باج بهشون میدادن، میگفتن پیغمبر خدا میگفت اگر خورشید را در یک دست من بدین، ما را در یک دست من بدین، این نمیدونم این همه شطور که به من هدیه دادین میخواین هدیه بدین و با بار طلا و نمیدونم پارچه و اینا رو، به خدا از راهی که دارم دست ور نمیدارم. دست ور نداشت، وایساد پای حرفش، چون حرفش حق بود. الان 1,500,600,000 1,500,000 مسلمون پشت رهرو داره پیامبر. اونم میتونست به قول شما با 4 تا فش جا بزنه، خب با 4 تا رشوه جا بزنه، بگه آقا چون همه دارن علیه من تنهام، نه من پیغمبر نیستم، نعوذ بالله، کی گفته من پیغمبرم؟ مثال میزنم، در مثالم مناقشه ای نیست. شرط نیست. حاج احمد آقا قلب منی، درود بر تو. آقا کشوری خیلی خوش اومدی داداشم. آقا سعید خیلی خوش اومدی. والا میگه سید انقدر خودت اذیت نکن، کار نظام تمومه. نه عزیز من، کار شما تمومه، کار نظام تموم نیست. بارها هم بهتون گفتم یه ذره فکر بکنی، اگر همین نظام جمهوری اسلامی ایران، بشار اسد، حکومت سوریه را دهن شیرای گرگا و نمیدونم آمریکا و انگلیس اینا کشید بیرون، نذاشت سقوط بکنه، الان میذاره نظام خودش سقوط بکنه؟ به والله خون تا رکاب میاد و نمیذاره سقوط بکنه، دست شما نمیده. اینه یه ذره بهش فکر بکنی، یه ذره بهش فکر بکنی.
85 میلیون جمعیت ایران، جمهوری اسلامی ایران، بگیم آقا خونه آخرش، خونه آخرش، خونه آخرش، که خیلی خیلی بیشتر از این چیزایی که من دارم میگم. خب 1 میلیون طرفدار داشته باشه، 1 میلیون بالاخره جمهوری اسلامی داشته باشه، در نه در خواب نه در خیال ببینین که بتونین شما حکومت ازش بگیرید. دست پاتونو بزنید تو آب خنک، از این چیزا هم، از این فکرا هم نکنی، الکی خودتونو با کشتن ندین، وارد بازی دشمن نشین، خودتونو جلو گلوله و باتون و اینا نندازین. آقا محسن دارت بگردم، چشات قشنگ میبینه، میگه سه سیبیلا چه قشنگی، دارت بگردم. باشش، من شما انشالله زنده میبینیم، به حرف من میرسین یا نه، یا به حرف شما. ولی مثل مال من مثل روشنه، یقین دارم. یه هیتلر هم اینجوری میگه، هیتلر هم ببین، هیتلر با قول شما، بازم با قول من هیتلر، خب تو نمیگیری حرف منو. هیتلر نصف اروپا رو کشت، بالای 60-70 میلیون آدم کشته شدن، خب این خوبه؟ 25 میلیون فقط روسیه کشته شد. ما میگیم خون تا رکاب میاد، ما میگیم آقا حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت به امثال شما نمیده. وقتی که سوریه نزدش سقوط بکنه، 200 سال دیگر نمیذاره خودش سقوط بکنه. حتی اگه 1 میلیون طرفدار داشته باشه از 85 میلیون، ما میگیم آقا نکنی، اصلاح بشه، موردی هست، اشتباهاتی هست، اینا همه درست بشه. من خودم شب تا صبح ایراد گرفتم. امین کشوری چی میگه؟ میگه والا من 18 ساله انگلیسم، بعضی از دوستانم میگن امسال سال آخرشونه. الان 43 ساله میگن، 43 ساله دارن اینو میگن. آقا سعید دارت بگرم، بچه های فلاد قلب منم. درسته؟ حالا شما 18 ساله، من 30 ساله، خب 43 سالم انقلابه، 43 ساله دارن میگن ما براندازه، میلیارد میلیارد دارن پول میدن به مسیح علی نژاد و تو پارلماناشون تصویب میکنن، میلیون میلیون پار تو پارلمانای آمریکا و سنا و مجلسشون تصویب میکنن، خب پول برای براندازی ایران میدن. خب به کی میدن؟ به داریوش تو، ابی تو، ترانه علی دوستی تو، علی کریمی تو، نمیدونم ترانه کونکش و مسیح علی نژاده دارم پول میدن. 43 ساله. 600 پهلوی هم بذار خورا پفاشو بکن. 600 پهلوی اگه زیاد ملت ایران دوست داره، اون میلیارد میلیاردایی که دزدیدن خودش و باباش و مادرش رو برگردونه به ایران. چرا حرف حق میزنیم به تو زور میاد؟ برو بیرون. حالا که اینجوریه برو بیرون. میگه حیفت لایو تو باشه، برو بیرون، من میندازمت بیرون. خیلی من حرف ناحق نمیزنم، من حرف حقیقت رو دارم میزنم. حرف حقیقت هم همیشه تلخه، یه روز به حرفای من میرسید.
میگه اصلا داداش بزرگم تو سیاست در حد دانشگاه جلو هستی مثل مردانگی، فدات بشم دارت برگردم، من درس پس میدم در منظرتون. دو دستی به چسبیم به کشورتون، به تمامیت ارضی وطنتون، وارد بازی و فتنه دشمنان نشین. به والله خیر شما رو نمیخوام، به مرتضی علی خیر شما رو نمیخوام، به هر کی میپرستین و نمیپرستین خیر شما رو نمیخوام. وارد بازی دشمن نشین. نه سعید جان، نه سعید جان، بعدم با هم صحبت میکنیم. میگه مردم لیبی به شکر خوردن افتادن تا انقلابی کردن. شورش سال 50 هم توطئه انگلیسی و آمریکا ها بود، الان هم این توطئه هست، چون از پس ایران قوی بر نمی آیند. متاسفانه اروپا زمستان سردی خواهد داشت. خب دوستان اگه اجازه بدید من یواش یواش از معذرتون مرخص میشم. همتون جاتون تو قلب سید آرپوشه. والله والله نیاز به قسم خوردن نیست. عشق من شماهای این هموطنای خوبم هم با هر دین و مذهب و رنگ و عقیده سیاسی که دارین، عشق من این دوست داشتنی هستین. انشالله که خدا حفظتون بکنه، ایران حفظ بکنه، تمامیت ارضیش، خون از دماغ کسی نیاد، چه موافق چه مخالف، پسر زن دختر بزرگ کوچیک فرق نمیکنه برای من. شما همه تو سالم و تندرست باشین. خب مشکلاتی که یه سری همین حکومترانای خودمون تو نظام راهشو بلد نیستن، روششو بلد نیستن، یا یه سری منافق دل دزد اختلاسگر توشون هستن، اینا برطرف بشه، مشکلات مردم حل بشه، تحریما برداشته بشه، این تحریمایی که اجانب گذاشتن که نذارن ملت بزرگ ایران به جایگاه اصلیش برسه، برداشته بشه. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما، جاتون تو قلب سید آرپوشه. در پناه خدا باشین. یا علی مدد.